حساب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. خبرگزاری آسوشیتد پرس با عنوان سناتورها از هر دو حزب از بایدن می‌خواهند در مصادره نفت ایران سختگیری کنند نوشت. ده‌ها سناتور از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درخواست می‌کنند تا قدرت مقامات ایالات متحده را برای تصرف دارایی‌های نفتی ایران تحت یک برنامه اجرایی تقویت کنند. فاینانشل تایمز آمریکا با عنوان رژیم ایران میزان تورم را با عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی مخفی نگه می‌دارد نوشت. رژیم این واقعیت که قیمت‌ها به سطوح بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است را پنهان می‌کند. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تورم سالانه برای سال منتهی به پایان بهمن ماه را 7.47% اعلام کرده است که اساساً غیر واقعی است. تلویزیون سی‌اس‌پن کنگره آمریکا. جو بایدن گفت من یک فرمان اجرایی برای افزایش عواقب برای گروه‌های جنایتکار و تروریست‌هایی که درگیر استفاده از انسان‌ها به عنوان ابزارهای چانه‌زنی و فشار سیاسی هستند امضا کردم. دو روز پیش دولت من یک سرویس امنیتی در روسیه و ایران را که بر بازداشت نادرست آمریکایی‌ها متمرکز است لیست‌گذاری کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس با عنوان مجلس ایران وزیری را به اتهام سوء مدیریت برکنار کرد نوشت این استیزا ششمین تغییر کابینه رئیسی در کمتر از دو سالی است که به قدرت رسیده است. ایران پس از ماها اعتراض و سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی پس از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در سپتامبر همچنان در عدم تعادل به سر می‌برد. روزنامه کرادل آمریکا در گزارشی می‌نویسد بیانیه وزارت اطلاعات رژیم ایران می‌گوید دختران مدارس مسموم نشدند و ترسافرینی دشمنان مسبب آن است. این روزنامه اضافه می‌کند هزاران دختر با مسمومیت از حالت تهوع، سردرد و درد قفسه سینه شکایت داشتند. حتی گاهی اوقات هنگام معاینه توسط پزشکان قش می‌کردند. رسانه‌های غربی نوشتند که رژیم ایران برای جلوگیری از حضور دختران در اعتراضات رژیم ایران دست به چنین کاری زده است. روزنامه گزت چاپ امارات با عنوان اعترافات اجباری تلویزیونی از جوان معترض و پدرش به خاطر مسمومیت دانش آموزان ایرانی نوشت علی‌رغم دستگیری‌های متعدد توسط دولت در 6 ماه گذشته در رابطه با مسمومیت‌های دست جمعی دانش آموزان این مسمومیت‌ها ادامه داشته است. صحت بازداشت‌های حکومتی به طور خاص در مورد اخیر که 3 دختر دانش آموز که 2 نفر از آنها زیر 18 سال سن دارند زیر سوال رفته است.